در فردای جنگ جهانی دوم که اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شد، کلمات اون متأثر از روح بشریتی بود که از اون فاجعه عظیم به عصیان رسیده بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی رو نوید داد که در اون افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر رها باشند و این رو به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام کرد. امروز کلمات اون سند تاریخی تغییر نکرده، اما در عمل از اصل خود دور شده، زیرا از درد و رنج میلیون ها انسان که تحت شکنجه قرار گرفته یا اعدام شدند متأثر نیست. امروز در کشور ما رژیمی حکومت میکنه که حاکمیتش مستقیما وابسته به سرکوب حقوق بشره و بقای اون با کشتار انسان ها تأمین و تضمین میشه. در مقابل این رژیم مقاومت طولانی و پررنجی برای احیای حقوق بشر در جریانه و ما افتخار میکنیم که رزمنده آزادی و حقوق بشر هستیم.